تفاوت ایزوتوپا چیه؟ عدد جرمیشون، جرم اتمی متفاوتشون، تعداد نوترون متفاوتشون، پایداری و نیمه عمرشون، درصد فرمانیشون تو طبیعت، خواص فیزیکی وابسته به جرمشون. ایزوتوپا اینا همه با هم فرق میکنه که اینا رو کامل توضیح دادیم. آقا تست یکو بزن. این سوال کنکور 93 ساده ترین سوال تاریخ بشریته. تشیمی باریکلا. آقا گفته کدومی که از اینا ایزوتوپ همن؟ آو و سی، چون عدد اتمی هاشون یکیه ایزوتوپ همن، میشه گزینه یک. تست دو ببینم چی کار میکنی. تست دو رو ببینم چی کار میکنی. بسم الله. صبر کنید الان میاد. آقا این سوال خیلی سوال خیلی سوال قشنگیه. خیلی سوال قشنگیه. گوش کن. گوش کن. بچه ها دارن بچه ها دارن میگنشو. بله. بله. خب خب. بچه ها جواب گزینه دو نیست. جواب گزینه دو نیست. پس گوش کن یاد بگیر. میگه یون ام منفی دارای N الکترون و N به اضافه یک نوترون. به خاطر اینکه گیج نشیم اذیت نشیم، من به جای N میذارم X. فرض میکنم این X تا الکترون داره و X به علاوه یکی هم نوترون داره. چون یه بار منفیه الکترونش میشه P به علاوه یک. به جای الکترون میذارم X. x میشه x پی به علاوه یک. پی از اینجا میشه x منهای. پس تعداد پروتونش میشه x منهای. این یعنی چی؟ یعنی همون عدد اتمیش. عدد اتمیش خانم x منهای یک. آقا عدد جرمی چیه؟ مجموع پروتون و نوترونه. پروتونش بود خودش حساب کردیم x منهای یک. نوترون هم خودش داده x به علاوه یک که یک با منهای یک میره میشه 2x. عدد جرمیش 2x، عدد اتمیش x منهای یکه. پس عنصر M من عدد اتمیش x منهای یکه، عدد جرمیش 2x. پس میشه M 2x x منهای یک. M 2x x منهای یک. حالا نگاه کن. این عنصر M منه. M 2X X منهای یک. آقا میخوام ببینم چند تا از این مواردی که نوشته با این ایزوتوپ هم در صورت ایزوتوپه که عدد اتمی یکسان عدد جرمی متفاوت باشه. خانوما الان آ عدد اتمی یکسانه، عدد جرمی هم یکسانه. آ خودشه. بچه آ خودشه. آ خودشه، ایزوتوپش نیست. بی که اصلا عدد اتمیش فرق میکنه، سی عدد اتمیش فرق میکنه، دی عدد اتمیش فرق میکنه، سی عدد اتمی یکسان، عدد جرمی متفاوت، F عدد اتمی یکسان، عدد جرمی متفاوت. یعنی میشه دو تاش، یعنی گزینه 3.
خیلی سوال قشنگی بود. این سوال آزمون گاج 3-4 سال پیشه.